بنامیاد پروردگار بزرگ و بی همتا با عرض سلام و بعد از ظهر تک تک شما عزیزان بخیر انشاءالله کجور ساعت من باشین و بیننده برنامه رسم زندگی با من گیتی منصف و با اتفاق همکاران ما نیم ساعت برنامه رو تقدیم شما میکنیم انشاءالله که شما هم ما رو بیننده باشین نیم ساعت مهمان خانه های شما هستیم الا ساعت 2:30 و شما هم ما رو همراهی بفرمایین امروز در ارتباط با اضرار روانی مصرف مواد مخدر میخواییم صحبت های داشته باشیم با جناب استاد گرامی موجب الرحمن خبالفاک ایشان استاد روانشناسی هستن از ساویدی استاد گرامی خود شنیدیم آنچه اضرار روانی را که میتونه استفاده از مواد مخدر در قبال داشته باشه و ای که بالاخره پرسش هایی که از بیننده های ما دریافت کردیم در صفحه فیسبوک کامنت هایی که بیننده های ما با ما شریک ساختن نظرشان رو با ما شریک ساختن حتما به خانش خواد گرفتم شما هم ما را همراهی بفرمایین حالا میریم به طرف بسته معلوماتی در ارتباط به اضرار مواد مخدر چیزی بدانیم برمیگردیم و جزئیات بیشتر را با جناب استاد گرامی دنبال میکنیم مصرف مواد مخدر تاثیرات مخرب و جبران ناپذیر را چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی بر جا می‌گذارد. اثرات مضر مواد مخدر بر بدن انسان 1. بد هیکلی بسته به داروی مخدر مصرفی وزن فرد معتاد ممکن است طی زمان کوتاهی به طور غیر طبیعی افزایش یا کاهش پیدا کند. پس چاقی و لاغری در طی مدت کوتاه از اثرات مضر مصرف مواد مخدر است. 2. کثیفی و آشفتگی یکی دیگر از تاثیرات مضر که مصرف مواد مخدر روی بدن فرد دارد اثرات آن روی بهداشت و نظافت شخصی است. 3. بیماری های دهان و دندان بیماری های لثه به صورت خفیف یا شدید در معتادان به مواد مخدر وجود دارد. این افراد معمولا لثه های سرخ رنگ دارند که با خونریزی همراه است. 4. عفونت سیستم تنفسی فوقانی روز عفونت های سیستم تنفسی فوقانی از بارزترین اثرات مضر مصرف مواد مخدر است. اختلالات پوستی یکی دیگر از اثرات منفی مصرف مواد مخدر می باشد. افرادی که معتاد می شوند مسئولیت پذیری خود را در قبال زندگی از دست داده و به فردی بی مسئولیت تبدیل می شوند. بله در بسته معلوماتی چیزی در ارتباط با اضرار استفاده از مواد مخدر دانستیم حالا جزئیات بیشتر از استاد گرامی جویا میشیم خیلی خوش آمدین استاد من سلام دارم خدمت شما خدمت بیننده های عزیز تلویزیون خورشید و خوشحال هستم که باز من مهمان شما و مهمان لحظه های بیننده ممنونتان استاد گرامی در ارتباط با اضرار روانی که میتونه مواد مخدر در قبال داشته باشه مصرف مواد مخدر خوب است در ابتدا از شما بشنویم و بعد هم پرسش هایی که بیننده های ما با ما شریک ساختن حتما در جریان میگذاریم با شما ولی قبل از اینکه به پاسخ بپردازیم همکاران ما تاکید دارن که چند پیام بازرگانی آماده نشده است این پیام های بازرگانی رو تماشا کنیم و بعد برمیگردیم و صحبت های استاد گرامی رو داشته باشیم باز هم خوش آمدین بعد از ظهرتان بخیر در ارتباط با اضرار روانی مصرف مواد مخدر میخواییم صحبت های داشته باشیم ما رو بیننده باشین استاد بفرمایین پرسش که قبلا از شما مطرح ساختم در ارتباط با اضرار روانی که میتونه مواد مخدر در قبال داشته باشیم خیلی خوب ما در ابتدا میخواییم بگویم که پدیده خانمانسوز مواد مخدر پدیده خانمانسوز میدانم که در واقع فرد را متاثر و متضرر ساخته اساسات، بنیاد، تهداب و فونداسیون جامعه به معنای خانوادش خانواده را متزلزل و متلاشی ساخته و به نحو از آنها جامعه را به کامل لجن و انسجار و بدبختی سوق داده متاسفانه در جامعه من و شما که امروزه خیلی شاهد از این مسئله هستیم مسئله هم نمیگم، بحران هم نمیگم، فاجعه میگم به دلیلی که
همو وسعت از این مشکل به حد بزرگ است که متاسفانه اگر درصد ببینیم در هر 100 نفر 6 نفر معتاد داریم متاسفانه. یعنی با این تناسب خیلی فیصدی بلند است. حالا زمانی که این مسئله به این حد بزرگ هست، ما ابتدا ابراز امتنان میکنم از شما که روی از این قسم یک مسئله به مراتب زننده و به اصطلاح جامعه را متضرر میسازه شما روش صحبت میکنین. ما خیلی از شما و تیمتان ابراز سپاس امتنان میکنم که همیشه لطف کردین و به خانواده و جامعه چیزی دارین. حالا اضرار مواد مخدر مستقیما بالای سیستم عصب انسان هست و زمانی که سیستم عصب تحت تاثیر قرار گرفت، متاسفانه رفتار انسان، خلق و خوی انسان، ذهن انسان و تمام زندگی انسان بر هم و در هم میشه. حالا اگر با این تعبیر شروع بکنم که یک فردی که رفتارش نادرست باشه، سیستم عصبش خوب کار نکنه، در جامعه و خانه و خانواده مورد پذیرش نیست. مخصوصا زمانی که من شما در خانواده میبینیم یک تا فرد معتاد را به عنوان الگوی خیلی ها زشت و مایه ننگ و سرشکستگی و فرار خانواده از این فرد، و متاسفانه در جامعه هم جایگاه خیلی خوبه، مقابل پذیرش نیست. بعدش مشکل از اینجا شروع میشه که در جامعه امکانات به خاطر حل و رفع از این معضل آنچنان نیست متاسفانه. حالا ببینین که زمانی که ما در اجتماعاتی که از این قبیل افراد هست، مخصوصا در یک روزی که من صبح خیلی وقت با یکی از رسانه ها برنامه داشتم میامدم، در سرک که با همی سردی هوایی که امروز ما شما میبینیم چقدر هوا سرد است، اینا زیر یک پلاستیک در آمدن 2-3 نفر هی شور میخورن و فکر میکنی که گویا یک موجودات عجیب و غریب اینجا جمع شدن و خیلی برای ما متاثر کننده بود. حالا ببینین بلا از کجا شروع میشه. ما به عنوان یک فردی که مواد مخدر بلای جان خود ساختیم، حالا شرایط، مشکلات، چالش ها، مصائبی که در زندگی ما داریم، اینا را در بین بد و بدتر، بدی است که ما شرایط ما بد است، بدتر از وی است که ما بیاییم به یک پدیده زشتر و بدتر از این زندگیی که فعلا داریم با او به سلام متواصل شویم. و دلیل ما می باشه که من روزگار، اقتصاد، عشق و عاشقی، نمیفهم چیزهای بلاهای به سر ما آورده که ما آمدیم معتاد شدیم و به مواد مخدر استاد اکثرا کس پیش معتادین هم پرسیده شده که چرا رو آوردی به مواد مخدر، نمی مسائل که شما داری کردین میگن، یعنی همی بالاخره مشقت های روزگار، همی مشکلات معضلات باعث شده میتونه که یک جوان رو بره به استفاده مواد مخدر، به مصرف مواد مخدر، یا دلیل به چی بوده میتونه که در یک جامعه تعداد معتادین بیشتر دیده میشه، جوانان و جوانان که رو آوردن به استفاده مواد مخدر، متاسفانه قسمی که شما گفتین در جامعه ما به حد اکثر خودش رسید، در هر گوشه و کنار دیده میشه و این جای تاسف است. استاد گرامی صحبت شما رو میداشته باشیم، البته تماس داریم، بینیده بانوی خط تلفن هستن. سلام به شما، بعد از ظهرتان بخیر. بله سلام علیکم. سلام به شما، زنده باشید، سلامت باشید، بخیر باشید. رسول هستم از کوتیش میزنگ داریم. خیلی خوش آمدین، بفرمایین محترم، پرسشتان رو مطرح سازین. زنده باشید، بخیر باشید. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. زمانی که بیننده های گرامی تماس میگیرین، یک موقع درست اختیار بکنین، گرچه یک موضوع تکراری است که بارها در برنامه یاداری کردیم، ولی خیلی مهم است که در نظر بگیرین به یک تماستان قطع نشه. بفرمایید استاد، از بود به عواملش. شاید عوامل متعدد باشه. حالا فرد به عنوان بهانه میگم، عامل نمیگم، به عنوان بهانه های اقتصاد ضعیف، فقر، ناتوانی ها، جنگ، بدبختی و فلاکت، اینا را به عنوان یک عوامل بگویند و بگویند که ما در واقع جنجال ها را داشتیم و امروز دچار از این مسئله شدیم. اما کافی است یک بار یک چیز را من میخوام توجه داشته باشن تمام بیننده های ما که هم اکنون من شما را میبینن. اگر قرار باشه که فقر دلیل به خاطر اعتیاد ما شوه، شما یک بار فکر بکنین این تاریخ که بشر تکامل خود را به دست آورده، هیچ فردی با یک ثروت، با یک اندوخته به دنیا نامده. یک دلیل کاملا واضح و روشن است. دوم، فقر
بدبختی و فلاکت و به اصطلاح نداشتن پول خودش درست است. بلحاظ اسلامی میگن که نیم کفر است. فقر نیم از کفر است. اما اگر قرار باشه که پول من و شما را پول نداشتن بعد ولیکن این دلیل بر اعتیاد و کشاندن ما به خاطر بدبختی بیشتر از این شود، در واقع پول میخوایم که چی کار بکنیم؟ ثانیا اگر قرار باشه که من و شما تلاش ما را به حد داشته باشیم که همیشه در حد اقناع و بالاخره ما با این رضایت بر رضای خداوند هم داشته باشیم، جامعه اعتقادی هستیم و رضایت خدا را هم مد نظر داشته باشیم، با اندازه‌ای که داریم قناعت داشته باشیم، دلیلی به خاطر از جور نمیشه که ما بیاییم به خاطر زیادت طلبی های خود جور بکنیم دلایل عجیب و غریب و عواملی که فقر و بدبختی و اینا رو دلیل. قطعا میخواییم بگویم که بیکفایتی های ما را دلیل بر از این نسازیم که بیاییم و بگویم که ما پول نداشتم و همین فقیر بودن ما دلیل شد که ما بر روی وصلا روی بیارم بر مواد مخدر. استاد باز هم تماس داریم، بیننده ما روی خط تلفن هستن. سلام به شما، خوش آمدین. سلام علیکم، خوب هستن؟ سلامت باشین. بفرمایین پرسشتان مطرح بسازین محترم. ما دمی موضوع معتادین براتان میگفتیم. بسیاری از کسا را میبینیم که واقعا مواد مخدر استفاده میکنه، میگه به دکتر صاحب میتونن که ما از بیچارگی از فقری کار میکنیم. همه کسایی هست که بدون از این گپایی کار میکنه. من کسی را میشناسم که تال اف بار بستر شده و بس از بستر برآمده، اف ما اش ما نو ما استفاده نکده، بعد همون گپ باز رفته باز دمی استفاده مواد مخدر. متاسفانه من متوجه هستم، میخوام که یک چیز اشاره داری قسمت داشته باشم در تمام نهادهایی که اونجا تداوی معتادین یا خدمات به خاطر از بین بردن اعتیاد هست، سه تا مرحله را مد نظر بگیرن باید به شکل توالی و پای در پیش. اول دارو میتن به خاطر ترک اعتیاد، دوم روان درمانی میکنن، سوم بازتوان بخشی، که متاسفانه در قسمت بازتوان بخشی یک مقدار افراد مسلکی و اهل خبره کار هست. روانشناسان را وجود نیاز داریم که کار بکنن که یک فرد را به خاطر ازی که مانعشان شود دوباره به اعتیاد روی نبیارن، همراهشان برنامه هایی داشته باشن، مجالس مشاورتی داشته باشن و تا ای که بتانن بعدها یک فرد به اصطلاح متوسل نشه به استفاده مواد مخدر. متاسفانه این یک چالش هست که ما معتادین رو داریم که چندین بار ترک کردن، دوباره رفتن مصرف کردن، که این یکی از مسائل تخنیکی هست. به لحاظ علم روانشناسی ما یک سلسله کارهایی داریم به خاطر از اینا که با این نهادهایی که هست با اونا انشاءالله ما مشوره ما همی است که این سه مرحله را به شکل توالی و تسلسلشان و اهل خبره و فن در اونجا کار است که امروشان کار میکنن تا اینکه دوباره متواصل نشه. استاد ما نظریات از سوی بیننده های ما دریافت کردیم در صفحه فیسبوک برنامه رسم زندگی و همچنان پیام هایی که بیننده های ما با ما از طریق 488 در جریان گذاشتن. آقای وحید پیام فرستادن و ایشان در مورد اخیر شمردن افرادی که رو آوردن به مواد مخدر یا معتاد هستند گفتن دیگران به چشم حقیر ای افراد نگاه میکنن، این چقدر میتونه بد باشه، به ایکو هم یک انسان است و نباید تحقیر شود، توهین شود، باید احترام موجود داشته باشه. در مورد احترام متقابل گفتن که صحبت های از شما خود داشتیم استاد، ولی پیام های دیگر را هم با استفاده از فرصت خوب است بخانش بگیریم. پیام ها گرچه زیاد است و اکثر پیام ها هم تعریف و توصیف از شما است استاد و قسمی که بانو جمیله نورستانی پیام فرستادن و گفتن در جمع نخبگان پرتلاش و ورزیده کارنامه خدمات مثمر شخصیت مستعد و هوشمند می نگارم که یکی از چهره های آشنا استاد محترم خپلواک سخنور آگاه فرزانه، چنانچه شما هموطنان با کار و فعالیت مثمر ایشان از طریق تلویزیون و رسانه های اجتماعی شناسایی دارین. ممنونتان، سلامت باشین. خواهش میکنم، خیلی مهربان هستن.
و بانو جمیله نورستانی همیشه از جمله کسانی بوده که همیشه نظر مثبت داشتن و همکار هستن. خیلی سپاسگزار و ممنون و مدیون لطف. بله، و آقای سلیم احمدی یکی از شاگردان شما پیام فرستادن و گفتن با عرض ادب احترام السلام علیکم و رحمت الله، سلیم احمدی شاگرد شما در بخش اقتصاد هستن، پرسش را مطرح ساختن الکل بر الکور و شخصیت انسان چی تاثیر میگذاره. خب این پرسش دوم شد استاد، خوب است که یادداشت داشته باشیم و شما پاسخ به این پرسش ها داشته باشین. و همچنان مهدی نبیزاده گفتن سلام برگرداننده خوب خورشید برسه. علیکم سلام، ممنونتان. چرا مواد مخدر در اسلام حرام گفته شده؟ باز استفادهش بیش از حد و اندازه در کشور اسلامی کاربرد داره گفتن. معتادین کم شوه هر روز، چرا زیاد میشه؟ چرا جلوش گرفتن میشه؟ و از مواد مخدر چرا در ادویه ها باز استفاده میشه؟ باز از فایدهش ضررش زیاد هم نداریم. خب ممنونتون. من میخوام که در قسمت حقیر فرمردن معتادین اشاره بکنم. ما با یک مریض، با یک بیمار در وصلا در تعامل هستیم که بیشتر از اینکه اونا را حقیر بدانیم، درست وجودشان متاسفانه در اغلب مواقع مشکل ساز و چالش برانگیز هست بر جامعه. اما ما به عنوان انسانهایی که هم نوع خود را از بدبختی و فلاکت نجات بدیم، کار ما این است که همراهشان کوشش و تلاش بکنیم تا اینکه اونا را به زندگی عادیشان وصلا دوباره برگردانیم. و الا با حقیر شمردن اونایی که هیچ چیزی بر از دست دادن ندارن، مطمئن باشین که ما بیشتر از اینکه ما شما اونا را تحقیر میکنیم و توهین میکنیم، ما جامعه را بیشتر به کام لجن و بدبختی میکشیم. کار ما این باشه که ما امرشان تلاش ما و اصلا دید ما به اونا و یک دیده که اونا را به عنوان یک بیمار ببینیم. و همیشه ما با یک فرد بیمار و مریض معمولا نظر شفقت و مهربانی پیش میایم. بعدشام ما یک تا پیام مستقیم به اون کسانی که به اصطلاح فعلا در گروه اعتیاد هستن میخوایم بگویم که ما زندگی میکنیم با دو تا دلیل بزرگشون جامعه اعتقادی هستیم. ما دنیا و آخرت میگیم. مطمئن باشین اگر دنیا را خوب زندگی نکردیم، در آخرت هم جایی بر ما نیست. کسی که در حالت به اصطلاح استفاده مواد مخدر و در حالت نشه فوت میکنه، به لحاظ اعتقادی مطمئن باشین که جایگاه خوبی نداره. حالا دنیا را با این شکل زندگی کردن و زیستن، مطمئن باشین که پیامدهای خوب نداره. ثانیاً ما از آدرس یک مبلغ نمیخوایم صحبت بکنیم. از آدرس یک روانشناس ما میخوایم بگوییم که فراموش نکنیم که خداوند خدای همو دیالوگ بسیار معروف، خداوند خدای معتاد هم هست. و اگر قرار باشه که ما رجوع بکنیم به خداوند، مطمئن باشین که مشکلات کمتر و کمتر میشه و همین بی اعتقادی های ما و عدم آگاهی از مسائل دینی سبب شده به نفع آنها من و شما را کنار بکشن و از اصول دور بمانیم. و امروز شاید هم یکی از دلایل بزرگی باشه که ما بارها بارها در جریان مشاوره همراه افراد صحبت هایی شنیدیم و بعدش هم حس گناه و عذاب وجدان اینا را بیشتر آلوده تر ساخته متاسفانه. به هر پیمانی که در بدبختی فرو شو و انسان فرو بره، متاسفانه به همو پیمانه راه برای برگشت موجود هست و ای که انسان اراده بکنه بتانه. به اصطلاح همون معقوله رایج هر زمانی که میگه از بدبختی برگشتی پیروزی هست. بله استاد، و پرسش هایی را که البته پیام را که آقای مهدی نبیزاده با ما شریک ساخته بودن چند پرسش داشتن. یکی گفتن که از لحاظ دین مبین اسلام حرام است، باز چرا استفاده میشه در کشور اسلامی؟ جزو دوم پرسششان چرا جلوگیری نمیشه؟ از مواد مخدر چرا در ادویه ها استفاده میشه؟ پرسش شما باشه. اگر قرار باشه من شما به خدا اعتماد و اعتبار و باور کامل داشته باشیم که روز در یک بدبختی قرار گرفتیم، دست ما را میگیره و دست ما به دستش هست، یک روز من شما را یاری میکنه و هیچ وقت در سختی ها نمیگذاره، چرا قرار است من شما پناه ببریم به یک چیز بی جانی که اصلا بدبختی ما را فراتر میسازه؟ به این معنا است که ما بیشتر از این که به اصول اعتقادی و اسلامی فکر بکنیم، بیشتر این را دلیل به خاطر یک فرار موقت متاسفانه خیلی بد انتخاب کردیم. دوم، فراموش نکنیم که استفاده که اگر در ادویات هست که ما داریم در برخی مواقع، اینا استفاده هست که شاید در اغلب مواقع شما ببینید که تمام زهریات را اگر قرار باشه که به اصطلاح متضادش را جور بکنن،
اونا را با زهر از خود زهر استفاده میکنن و به عنوان حل از مشکلات. حالا ببینین اگر قرار باشه که بازم اشاره می است که ما به عنوان یک مبلغ نمیگم، به عنوان یک روانشناس اگر قرار باشه که اعتقاد و باور ما بر مرجع عبودیتی باشه که همیشه ما را کمک کرده، نیاز به خاطر از این نیست که ما بخوایم از یک بوته بدبخت پناه بگیرم که در واقع من را بیشتر از قبل بدبخت سازه و در واقع ما را تا عمق وجود فرو ببره. ثانیاً یکی از کسانی که سوال داشتن تاثیر الکل بر شخصیت، متاسفانه شخصیت کاذب و در هر حالتی که فرد استفاده میکنه الکل را به اصطلاح اجتماعیش در هر چینلی که بود در همون چینل باقی میمانه تا زمانی که مثلا همین تنش از وجودش رفع شوه و برطرف شوه. حالا توهم و هذیان بزرگترین مشکل است که افرادی که از مسکرات استفاده میکنه مست میشن، متاسفانه فکر میکنه خودش مرکز خلقت و خودش یک آدم به اصطلاح فوق دیگران میدانه که فکر میکنه تمام انرژی و نیروی به وجود از اینا هست و تمام کارها را انجام داده میدانه، که در واقع زمانی که نشه از وجودشان پس میشه اصلا نه خواب است و نه خیال است و نه موقعیت هایی هست. بنابراین تاثیر الکل بر شخصیت دو تا پیامد کلی داره: ترس، توهم، هذیان، خود بزرگبینی، سرخوشی و شیدایی و بس مشکلات و معضلات دیگر متاسفانه که به نفع از آنها بالای شخصیت تاثیر میکنه و شخص را یک فردی که به اصطلاح از جامعه منزوی میسازه و در اغلب مواقع دردسر برای جامعه و افراد اجتماع میشن معرفی بکنه و به اصطلاح فرد به این حالت ها سوق بده. از طرف دیگر یک تا پدیده که در مواد مخدر خیلی رایج است در جامعه من و شما متاسفانه و او در جامعه ما شما به نام چرس میگن، متاسفانه رابطهش با روان و روانشناسی قسمه است که او موادی که در این ماده هست تأثیر مستقیم بر مغز انسان و سلول‌های عصبی داره و در اغلب مواقع فرد دچار خود بزرگبینی و هذیان و توهم و متاسفانه ترس بی اساس. ترس بی اساس به معنای از اینکه از هر پدیده خیلی بترسن ای افراد. و متاسفانه یک تا پدیده که خیلی در جامعه ازش هست دروغ و لافی که میگن، متاسفانه کسانی که از این پدیده زیاد استفاده میکنن دچار از این مشکل هم میشه و این به عنوان یک عارضه هست که بالای روان یک فرد تاثیر میکنه و فرد به لحاظ موقف اجتماعیش دچار یک سلسله مشکلات میشه. حالا استاد در اوقات کوتاهی که در اختیار داریم خوب است یک جنبندی از شما داشته باشیم به اینکه چی گونه جلوگیری صورت بگیره یا ریشکن شوه می معزل از یک جامعه هست در جامعه ما که مشکل متاسفانه وجود داره، رای حلش هم از شما بشنویم با وجودی همه پیامدهای منفی که گفتین از اضرار جسمی و روانی که میتونه داشته باشه، رای حل بالاخره رای چیست؟ حل از اینجا شروع میشه. ما بارها بارها صحبت هایی داشتیم با نهادهای متعدد در مقاطع مختلف. یک تا وزارت داریم به نام وزارت مبارزه علیه مواد مخدر و بارها انتقاد به این بوده که اصلا من و شما به لحاظ منطق واژه اشتباه میکنیم. مواد مخدر چیزی نداره که علیه از اونا بیاییم ما شما مبارزه بکنیم. مبارزه علیه تقاضا بر مواد مخدر باید ما شما از بین بریم. تا زمانی که در جهان تقاضایی به خاطر از این پدیده هست، متاسفانه ما شما در امان نیستیم. حالا کوشش ما بر این باشه که بتانیم تقاضای پدیده زشت و منفوری به نام مواد مخدر از بین ببریم، اون زمان میتونیم موفق شویم. دوم، به هر پیمانی که ما شما میتونیم در خانه و خانواده در روابط اجتماعی ما کوشش و تلاش ما بر این باشه که همراه افرادی که این گونه انگیزه ها را بر من و شما القا میکنه و بر ذهن ما میرسانه از اون فاصله داشته باشیم. ثانیم، کسانی که فرزندان در دوران جوانی و بلوغ دارند تمام تلاششان بر این باشه که در جامعه فرزندانشان با چین و افراد نشسته برخواست دارند. بله، ممنونتان، سلامت باشین استاد. فرصت کاملا به اتمام رسیده. ممنون از تک تک شما. تا فردا راست ساعت 2، خدا نگهدار.